سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. این هفته یک بار دیگر همه چشمای نگران از جنگی دیگر به سمت خاورمیانه چرخید، تا اینکه همین چند ساعت پیش وزیر خارجه آمریکا صحبت از ائتلاف صلح کرد. مشخصا اجماعی بزرگ در منطقه وجود داره که ایران این حملات رو انجام داده. نشنیدم کسی در منطقه یه لحظه هم شک داشته باشه به این. من برای پیشبرد دیپلماسی اینجام، در حالی که وزیر خارجه ایران تهدید به جنگ تمام عیار میکنه. ما اینجاییم تا با تشکیل ائتلافی به صلح برسیم و راه حل صلح‌آمیز برای این مسئله پیدا کنیم. این مأموریت منه. این چیزی که رئیس جمهوری ترامپ از من میخواد. امیدوارم جمهوری اسلامی همین مسئله رو همینطوری ببینه. گرچه بسیاری انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفته بودند، اما ایران حمله به تاسیسات نفتی عربستان را رد می‌کند و می‌گوید کار حوثی‌ها بوده. خود حوثی‌ها هم همین را می‌گویند، اما سایرین می‌پندارند که این عملیات بسیار پیچیده‌تر از توان نظامی حوثی‌هاست. مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که ایران مسئول حمله اخیر به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان بوده، از جمله خود آقای پمپئو، همونطور که شنیدید. مقام‌های سعودی هم با ارائه بخش‌هایی از ادواتی که در حمله به کار رفته در نشست خبری اعلام کردند که سلاح‌ها از ایران تأمین شده بود. اولا این حملات از سمت یمن انجام نشد. گرچه روشن است ایران تلاش کرد با همکاری گروه‌های نیابتی وابسته به خود این حملات را از یمن واقعی جلوه دهد، حملات از شمال بوده و بدون شک ایران پشت آن بود. ما همچنان بر روی اطلاعات به دست آمده کار می‌کنیم تا ببینیم مبدأ حملات کجا بوده است. نتیجه را به اطلاع عموم خواهیم رساند. منظور از ائتلاف صلح چیست؟ اگر نه جنگ و نه گفتگو، گزینه‌های تهران و واشنگتن و همینطور ریاض کدام‌ها هستند؟ در برنامه امروز چهار مهمان داریم: قاسم شعله‌صدی، وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس، مرتضی فیروزی، تحلیلگر روابط بین‌الملل از تهران، کاملیا انتخاب فرد، سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی از نیویورک، و اینجا در استودیو هوشنگ امیراحمدی، استاد توسعه بین‌الملل در دانشگاه راتگرز. خوش آمد میگم به هر چهار مهمان برنامه. آقای امیراحمدی، به نظر شما این ائتلاف صلح که آقای پمپئو صحبتش میکنه چطور چیزی است؟ اون ائتلاف صلح بر علیه یک کشوری که جنگ طلبه. در واقع ائتلاف صلح یعنی ائتلاف نیروهایی که میخوان یک کشوری رو که جنگی رو علیه یک کشور دیگه راه انداخته ائتلاف بکنن. اصلا معناش صلح نیست، اصلا چیزی به نام ائتلاف صلح نداریم. اینا معمولا میگفتن که ائتلاف کشورهای به اصطلاح داوطلب از این حرفا، و الان این کلمه رو ائتلاف صلح میگن. ولی واقعیت اینه که این ائتلاف صلح برای جنگ با کشوریه که جنگ طلبه. ببینید آقای پمپئو پریروز در عربستان خیلی مشخص صریح گفت که این حمله در واقع جنگه که ایران علیه عربستان را انداخته و ما هم در کنارش هستیم. بنابراین پس فکر میکنین چرخشی صورت گرفته؟ معنی نه، هیچ چرخشی صورت نگرفته. متاسفانه تو رابطه ایران امریکا به قدری جریان تند و تیز شده که هر حرکتی، هر حرف کوچیکی رو هر کی بزنه، حتی اشتباهی هم بزنه، یه عده جمع میشن ازش تفسیرهای عجیب و غریب میذارن. واقعیت اینه که هیچ اتفاق خوبی نیفتاده، اتفاق هر روز داره بدتر میشه. و به نظر من ولی اینم بگم بهتون که دولت ترامپ الان آماده جنگ با ایران نیست، ولی نزدیکی های انتخابات دوباره خودش امکان هستش. اجازه بدین حالا ما راجع به این جزئیات بیشتر صحبت میکنیم. آقای شعله‌صدی، نظر شما راجع به حرفای امروز آقای پمپئو چیه؟ آیا سایه جنگ دور شده؟ به نظرم آقای ترامپ آماده جنگ نداره. البته میخواد از برگ ایران برای انتخاباتش استفاده بکنه و ترجیح میده که از طریق مذاکره باشه
ولی اگر که از طریق مذاکره به نتیجه نرسید و اونطور که دیروز هم آقای خامنه‌ای دوباره تکرار کرد که مذاکره در کار نخواهد بود، در نهایت ممکن منجر به جنگ بشه، منتها نه از اون نوع جنگی که در 1991 به عراق حمله کردن، میتونه یک جنگ محدود باشه و زدن بعضی از مراکز ده. و فعلا اینجوره، چون خود عربستان توان جنگ نداره، بدون حضور امریکا و اسرائیل جنگی صورت نخواهد گرفت، اونا هم فعلا گرفتار مسائل خودشون هستن. بنابراین این واژه‌ای رو که آقای پومپئو به کار برده در واقع برای سرد کردن قضیه هست که به این راه حل مذاکره برسن. آقای فیروزی، نظر شما چیه؟ به خصوص اینکه از اینکه آقای پومپئو وسط این مصاحبه میگه اون ایران هست که دنبال جنگه، برخلاف آقای ظریف که صحبت جنگ میکنه، ما میخوایم بریم دنبال ائتلاف صلح. تصور نمی کنم ایران هم به دنبال جنگ باشه. جنگ در این شرایط برای ایران هم مطلوب نیست با توجه به قدرت نظامی امریکا، وزیر ساختای ایران که به لحاظ پدافندی دچار مشکل هستند، ایران خواهان جنگ باشه. اما چیزی که آقای پومپئو گفت، من تصورم بر اینه که بعد از اون که ایشون از ریاض برگشت و در امارات متحده عربی این سخن رو داره میگه، یعنی معناش اینه که ایشون متوجه شد که سعودی ها به دنبال جنگ نیستن و دیدیم که حتی دیروز هم مقامات سعودی رسما اسم ایران رو خیلی با مشخصات خاص مطرح نکردن. به نظر شما دنبال چی هستند؟ بزرگترین در واقع تاسیسات نفتیشون هدف قرار گرفته، میگن کار ایران بوده، نشواهدی هم ارائه میکنن، دنبال چی هستند؟ واقعیت هم اینه که در دو سه چند سال اخیر هم عربستان و هم اسرائیل به دنبال این بودن که امریکا رو در واقع ترغیب بکنن که او حمله بکنه به ایران، و با توجه به شناختی که از شخصیت آقای ترامپ داریم، چون نه اهل جنگیدن در این شرایط هست، وقتی که ایشون هم میگه ما 7 بیلیون دلار در جنگ افغانستان و عراق هزینه کردیم و چیزی به دست نیاوردیم، متوجه شدن این تریلیون دلار، بله بله، یعنی که ما وقتی میگه که من 7000 میلیارد دلار میگیم، یا شاید المستر باشه، شما در شرایطی که ایران به دنبال 15 میلیارد دلار در اروپا میگرده، با 7000 میلیارد دلار وقت میشه خیلی راحت مقایسه کرد. صحیح. و اما اینکه ما وقتی که سعودی ها به امریکایی‌ها تعارف میکنن شما جنگ شروع کنین، و امریکایی‌ها مایل بودن که سعودی ها شروع کنن، چون اونها میخوان هر کدوم که زودتر شروع کنن اون یکی نفع قضیه رو ببره. بله. و به همین دلیل هم فعلا بدون نتیجه رسید. خانم انتخابی، شما آشنا هستید به اون چه که در فضای در واقع کشورهای خلیج فارس میگذره؟ آقای پومپئو بعد از یک تور در منطقه چنین چیزایی رو اعلام کرده، آیا میشه استنباط کرد که اون چه که از او خواستند مقام‌های منطقه این بوده، یا اینکه اون چه که آقای فیروزی میگه رو شما بیشتر به واقعیت نزدیک میدونید، اونها میخوان آمریکا رو جلو بندازن، اونها هم نمیخوان چنین مسئولیتی رو بپذیرن؟ من فکر میکنم هر گونه جنگ آمریکای کشورهای منطقه بخواد انجام بگیره، با پشتیبانی و با مشورت کشورهای منطقه هست. یعنی اینطور نیستش که عربستان سعودی بخواد جنگ بکنه یا ایالات متحده و هر کدوم در یک موقعیتی قرار بگیرن که بخوان دیگری رو تایید بکنن. و آمریکا نه تنها بدون مشورت کشورهای منطقه، بلکه بدون مشورت با کشورهای ائتلاف که شامل انگلستان، استرالیا و فرانسه هم هستن، وارد یک جنگی در منطقه نمیشه. و فکر میکنم همونطور که آقای فیروزی گفتن، آقای ترامپ رفتارش در 3 سال پیش به وضوح نشون داده که به دنبال جنگ نیست و بیشتر اهل معامله هست. وضعیت فعلی، حتی نشانه رفتن اتهام به ایران، نمیدونیم که آیا از داخل خاک ایران این حملات انجام گرفته یا نه، اما همونطور که در برنامه گفتین، ادواتی که نشان داده شده، پهپادهایی که استفاده شده و یا مشکای کروزی که حوثی‌ها ادعا میکنن استفاده کردن، همه ایرانی بوده. این میتونه حتی جامعه عربستان هست، ایران همینها رو هم هنوز خیلی قبول نمیکنه. البته ادوات، ساخت ادوات رو فکر میکنم که برای کسی در جامعه بین‌الملل شکی نمونده. آقای آنتونیو گوترس
دو ماه پیش بیانیه دادن و گفتن که موشک‌های ایرانی در یمن استفاده میشه و تکنسین‌های حزب الله هستن که در داخل خاک یمن قرار دارن. این گزارش سازمان ملل هست و عربستان سعودی خواستار تحقیقات مستقل شد. بازرس‌های سازمان ملل وارد عربستان سعودی شدن. اون چیزی که آمریکا به دنبالش بوده و اون یه ائتلاف جهانی هست که بخواد ایران رو به شورای امنیت ببرن و نه فقط ایران رو، یعنی منظورم این هست که حوثی‌ها به عنوان یک گروه تروریستی فراهم شده و پشتیبان حوثی‌ها خب ایران هستن. اگر که در شورای امنیت بتونن حوثی‌ها رو در فهرست تروریستی قرار بدن، هر گونه حمایت از این گروه برای ایران دشوار میشه. مسئله بعدی هم قیمت نفت هست. در دیگری هم هستند که جزو گروه‌های تروریستی محسوب میشن و ایران به روشنی ازشون حمایت میکنه و خب داره هزینه‌ش هم میپردازه، تحریم‌های زیادی به هر حال هست علیهش. فکر میکنید چرا حوثی‌ها متفاوتن از بقیه گروه‌هایی که ایران به هر حال تو این سال‌ها به هر قیمتی ازشون حمایت کرده؟ ما درباره شورای امنیت صحبت میکنیم، نه ایالات متحده. برای مثال اگه منظور شما حزب الله هست، حزب الله در فهرست تروریستی آمریکا هست، نه شورای امنیت. قطعنامه‌های شورای امنیت قاطعیت داره که تمام کشورهای عضو مجبور به اجرای اون هستن. و مسئله قیمت نفت هم مهم هست. در ایالات متحده قیمت نفت نقش مهم و اساسی داره در انتخابات آینده. به نظرم آقای ترامپ نگاه کردن، دیدن که آرامکو علی‌رغم اینکه وزیر نفت عربستان اعلام کرد که تا دو سه ماه دیگه میزان تولید به میزان قبلی 5,700,000 بشکه از این قسمت آرامکو برمیگرده، ولی کارشناسای نفتی میگن که این هنوز ممکنه 5 تا 6 ماه فاصله داشته باشن. هر اقدام دیگه حوثی‌ها یا ایران که باعث ضربه زدن به تولید نفت بشه میتونه قیمت نفت رو تا 85 دلار بالا ببره. خب که در انتخاب پس میفرمایید که اونها نگران این واکنش ایران هستن به نوعی؟ بله، ایران این توانایی که به نقاط مختلف توسط ایدی خودش بتونه آسیب بزنه و اگر که تحریکات آمریکا ادامه پیدا بکنه، این احتمال وجود داشت که شاید حتی گروه های دیگه بخوان عملیات دیگه انجام بدن. یک سری برآورد این امکان رو با آقای پومپئو و همینطور شرکای منطقه‌ای داد که بخوان فعلا تحقیقات رو از طریق سازمان ملل متحد ادامه بدن. شما موافقین؟ ممکنه آقای امیر احمدی نگران واکنش ایران هستن به همین دلیل هست که اقدامی نمی‌کنن؟ ببینید خب حتما نگران برای هست. تاثیرش بر بازار نفت البته خب نگرانی وجود داره، اما من اعتقاد دارم که آمریکایی‌ها الان دلیل اینکه ایران رو نمیخوان بزنن برای اینکه فکر میکنن لازم نیست. اینا فکر میکنن این حکومت تا یک سال نمیدیگه تحت این فشارا نابود میشه. بر اساس چه شواهدی؟ ببینید شواهد بسیار تو طرف ایرانه که با ایرانیا که صحبت بکنی میبینی که حکومت به ته دیگ رسیده. این یک سال گذشته هم تونست زندگی کنه برای اینکه یه مقدار به اصطلاح رزرو ذخیره ارزی داشته و این ذخیره ارزی تقریبا تمومه. همه تو ایران بهت میگن وضع بسیار بسیار بحرانیه. بذارید از کسی که در تهرانه بپرسیم. آقای فیروزی، وضع اسفناکه. اون تصوری که بیرون از ایران بعضی ها دارن که میگن جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده و وضع اسفناک هست، منابع مالیش رو به اتمام هست، چنین حسی در تهران هم هست؟ واقعیت اینه که بعد از حوادث اخیر و افزایش قیمت ارز در ایران، طبقات متوسط و به ویژه کسانی که حقوق ثابت دریافت میکنن مثل کارمندا و کارگران تحت فشار سنگین اقتصادی هستند. اما این به معنای اون نیست که هر روز در حال بدتر شدن باشه، با توجه به اینکه ارز تونسته حدود 30% از کاهش خودش رو دوباره بازسازی بکنه، به اون شدت و حدت شاید هنوز نرسیده باشه، اما برای طبقه متوسط جامعه بسیار فشار سنگین. میگن فشار سنگینه، ولی اونقدری که فکر کنن تا یک سال دیگه به هر حال وضع تمام هست و به پایان میرسه، خیلی های دیگه هم همین نظر رو دارن. ببینید حالا شما باید اینو از دید امریکایی‌ها ببینی. دارم عرض میکنم که امریکایی‌ها نگاهشون به ایران اینه که اینا تا یک سال نمیدیگه دووم نمیارن برای اینکه فشار زیاد. زب نه بهت بگم، آقای ترامپ همین چند روز پیش دستور داد که بازم تحریم ها رو بیشتر کنن. من اعتقاد دارم این به اصطلاح ائتلاف برای صلح به مقدار زیادی معناش این خواهد بود که در آینده نزدیک امریکا و اون مؤتلفین برای صلح دوربر ایران رو ببندن، یعنی از طریق دریا
ایران رو کلا بلوکه کنن. به احتمال زیادی میدم، حالا دارم حرف امروز میزنم، از هوا هم ایران بلوکه کنن. یعنی من هیچ بعید نمیبینم در چند ماه آینده هیچ هواپیمایی نتونه از ایران پرواز کنه. یعنی امریکایی‌ها الان احساسشون اینه که هنوز وسایل زیادی، امکانات زیادی برای تحریم کردن و خفه کردن حکومت هست. یادتون باشه امریکایی‌ها وقتی عراق زدن که هم از دریا بلوکه بود، هم از هوا بلوکه بود، هم کلن بسته شده بود. عراقی‌ها می‌رفتن جردن، اردن و اونجا پرواز می‌کردن. بهتون قول میدم امریکایی‌ها برنامه‌ای عظیمی جلو دارن به این کوالیشن و این ائتلاف برای صلح، یعنی واقعا جنگ، ولی نه جنگ به معنای این که بریم حمله نظامی فعلا بکنیم، یعنی دراشون رو ببندیم، یعنی فشار بیاریم. من اعتقاد دارم اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی به زانو در میاد. جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده وضعیت ایران. ایران 80 میلیون آدم داره، 60 میلیونش همین امروز که داریم حرف میزنیم عملا زیر خط فقرن. آقای امیر احمدی، همین حالا هم میگن فشار حداکثری، حکومت در واقع دولت آقای ترامپ میگه حکومت ایران رو تحت فشار حداکثری داریم یک سال خورده ایه. حکومت ایران میگه نه جنگ میشه، نه صلح میکنیم، نه گفتگو میکنیم. یعنی به نظر نمیاد که اونها نگفته که فشار حداکثری تموم شده. این سیاست فشار حداکثری، فشار حداکثری از 10 شروع میشه تا به 100 میتونه برسه. فعلا ما مثلا توی 30-40 هستیم. هنوزم عرض کردم، هنوزم امریکا ابزارهای بسیار وسیع داره که ایران را هرچی بیشتر ذلیل کنه. بله. هنوز به اونجا نرسیدیم. بذارید از آقای شورسدی بپرسم. آقای شورسدی، فشار حداکثری میگن آقای امیر احمدی هنوز ادامه داره. اون چیزی که اتفاق افتاده فشار حداکثری کامل نبوده. بیشتر از اینها میشه ایران رو تحت فشار قرار داد. شما موافقین؟ بله. اولا یه نکته رو من عرض کنم، این موضعی که آقای پومپئو گرفته راجع به ائتلاف صلح، چون همزمان هم میگه که ما دنبال صلح هستیم، رئیس جمهور هم اینو میخواد، اما آقای ظریف صحبت از جنگ تمام عیار میکنه، میتونه این مقدمه برای آماده کردن افکار عمومی بین المللی و امریکا و منطقه هم باشه که ایران رو جنگ طلب معرفی کنن و به هر حال یه وقتی اگه لازم شد دست به جنگ هم بزنن. اما راجع به بحثی که آقای دکتر امیر احمدی کردن، واقعیت این است که به دلیل سقوط فاجعه بار ارزش پول ملی که به 1/2000 سقوط کرده و این تحریم ها و نه تنها تحریم ها بلکه یک سری مسائل دیگه هم داریم که اقتصاد ایران رو متلاشی کرده، از جمله این علاوه بر تحریم ها در واقع کنترل بخشی مهم از اقتصاد کشور در دست نیروهای نظامی و امنیتی یا عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور به دلیل وجود دادگاه‌های عصر 49 که هم حالا که ما داریم صحبت می‌کنیم مشغول مصادره کردن اموال مردم هستند و این هزینه‌های چند تا کشور در حال جنگ مثل هزینه‌هایی که برای حوثی‌ها، برای حزب الله لبنان، برای بشار اسد و غیره ایران می‌پردازه، در واقع کمر اقتصاد رو شکسته. حتی در بودجه رسمیش یه بخش مهمی از بودجه اقتصاد پیدا کرده به حوزه‌های علمیه و این مؤسسات اینگونه، لذا وضع مردم به شدت خراب است. بدون اینکه نیازی باشه که یک نیروی خارجی بخواد دخالت کنه، الان حکومت ایران با چند بحران مواجه هست که این بحران‌های مخصوص زمان گذار هست. و منتها یه نکته مهم مسئول حکومت اینجا مطرح کنم ازتون، بعضی ها میگن اصلا یک جنگ اون چیزی هست که در این شرایط جمهوری اسلامی میخواد، یعنی فکر میکنه که اگر جنگ بشه شاید بتونه بسیج عمومی ایجاد بکنه و حمایت عمومی ایجاد بکنه. شما هم چنین برداشتی دارید؟ من شدیداً با این نظریه مخالف هستم. حکومت ایران دقیقاً از جنگ پرهیز خواهد کرد، برای که میدونه اگر جنگ بشه یک جنگ کاملا نابرابر هست، جنگی که عربستان و اسرائیل و امریکا در شرکت بکنن، خب معلومه که ایران با چی میخواد بجنگه. ایران حتی پول هم نداره، جنگ اولین چیزی که لازم داره پول هست.
پشتیبانی ملی به اون معنا دیگه نداره. اعتراضات گسترده‌ای وجود داره در ایران. اتفاقا این اقداماتی که ایران میکنه به نظر من نوع فرار به جلو هست و برای جلوگیری از جنگ هست. یعنی دو تا ابزار داره ایران. ببخشید با چه استدلالی میگید فرار به جلو هست؟ بفهمید. به این دلیل که ایران میخواد که نشون بده که توان و پتانسیل و ظرفیت این رو داره که منطقه رو به آتش بکشه و ضمناً این پتانسیل رو داره که دوباره برگرده به فعالیت‌های اتمی و جهان و منطقه رو به این دلیل بترسونه. اما در این حال این تهدید، این تئوری در خودش یک تضاد هست و اون اینه که دنیا رو و منطقه رو بعد یک انتخاب تاریخی هدایت میکنه که یا ایران رو به عنوان قدرت فایق منطقه برای همیشه باید به رسمیت بشناسند که این شامل امنیت اسرائیل هم خواهد بود، یعنی از شرق مدیترانه تا باب المندب و خلیج فارس، یعنی همون هلال شیعه که شاه اردنیه وقتی گفت محقق میشه و باید ایران رو برای همیشه به عنوان یک قدرت بلا منازع بشناسند، یا اینکه این پتانسیل و این ظرفیت رو به اصطلاح تضعیف کنن یا نابود کنن. من تصورم اینه که دومی اتفاق خواهد افتاد و لذا این کاری که ایران داره میکنه یک قمار بزرگ است، در حالی که ما نیاز به دیپلماسی داریم. امروز باید از طریق دیپلماسی مشکلات رو حل بکنیم. ضمن اینکه قدرت بودن فقط بود نظامی که نیست، که مهمترین مؤلفه قدرت اقتصاد و ثروت هست، پشتیبانی داخلی ملی از حکومت هست، حمایت بین المللی هست، موقعیت ژئوپلیتیک کشور هست. یه مجموعه مؤلفه سبب میشه یک کشور قدرت باشه، و الا اگر فقط نظامیگری ملاک بود اتحاد جماهیر شوروی برای ابد قدرت میموند. بله. لذا من مقامات ایران رو توصیه میکنم تجدید نظر کنن در این مسائل. بس صحبتی کردید راجع به یک ائتلافی که حالا اگر جنگی بشه بین عربستان و اسرائیل و امریکا، ما الان دست کم در زمین چنین ائتلافی رو نمیبینیم. خانم انتخابی فرم در مورد احتمال مطرح شدن این بحث در شورای امنیت گفتن که محتمل تر هست با توجه به اینکه به هر حال نمایندگانی از های بین المللی هم برای بررسی موضوع اعزام شدن. آقای فیروزی، به نظر شما اگر که قضیه برسه به شورای امنیت چقدر برای ایران هزینه خواهد داشت؟ بسیاری میگن که حد اکثر یک بیانیه است. ایران هم از این بیانیه ها زیاد دیده، خیلی نمیترسونه ایران رو. امروز وقتی در مورد شورای امنیت صحبت میکنیم و یارکشی هایی که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاد، به خاطر داشته باشیم که ما در دوران آقای احمدی نژاد از شورای امنیت چندین قطعنامه دریافت کردیم. ولی امروز ترکیب شورای امنیت و روابط ایران با روسیه و چین به گونه ای شده که بعید میدونم که مسبب همه پنج عضو دائم شورای امنیت رو امریکایی ها بتونن و یا فرانسوی ها بتونن به دست بیارن. لذا این بود نمیشه. اما اینکه گفته میشه که جنگ یا صلح، من واقعیت هم اینه که این تحلیل رو در اصل به این گونه قبول ندارم. تا کنین سه نگرش در واقع هست. یه گروهی هستن که به دنبال عادی‌سازی روابط و صلح هستن بین ایران و غرب و به خصوص امریکا، که اینها هم در امریکا و هم در ایران در اقلیتن از نقطه نظر قدرت سیاسی. و گروه دوم گروه های جنگ طلبن، که این گروه جنگ طلب هم در ایران و هم در ایالات متحده امریکا باز هم به لحاظ قدرت سیاسی در اقلیتن و قادر نیستن. اما گروه سوم که من اسم اون رو میذارم گروه تنشخواه، این تنشخواهان هم در ایران در قدرت دست بالایی رو دارن، هم در ایالات متحده و به خصوص با روی کار آمدن آقای ترامپ، چون هم در چارچوب هم منافع ملی امریکا فعلا هست که این تنش بین ایران و امریکا برقرار باشه، و هم شخص آقای ترامپ به لحاظ شخصیت سیاسی و روانشناسی سیاسی به دنبال این تنش هست. اما ایران هم در ایران هم واقعیت همین که اون گروه دست بالا.
این تنش‌خواهان دقیقاً چی میخوان؟ یعنی چه چیزی برای اونها مسلمه؟ خب تنش خود تنش که خواسته اونها نیست، از تنش میخوان به چی برسن؟ تقدیر نه جنگ نه صلح هم میتونه یه استراتژی باشه که برتدیر سیستم و قدرت رو در اختیار دارن و با همین پیش میبرن. در طول 40 سال هم همین گونه بوده. خانم انتخاب فکر میکنین عربستان هم الان به همین گروه پیوسته، یعنی یک حالت نه جنگ نه صلح؟ چون میگه ایران مسئول هست، هم سلاح‌ها رو در اختیار گذاشته، حمله از شمال، از یمن نیست، یه جورایی داره میگه از ایران بوده ولی مستقیم نمیگه. به نظر میاد که نمیخواد وارد یه جنگ بشه ولی از طرفی میخواد این تنش هم با ایران حفظ بشه. من فکر میکنم که این تنش خیلی بزرگتر از حمله و آسیبی بوده که به عربستان سعودی وارد شده و جامعه بین الملل خودش رو در این میانه مسئول میدونه، به این دلیل که تأسیسات آرامکو که تامین کننده بخش بزرگی 7% نفت جهانی بودن باعث شد که قیمت جهانی نفت بره بالا و اقتصاد جهانی آسیب ببینه، نه فقط اقتصاد عربستان سعودی. و نظر من این هستش که در شورای امنیت ولی چقدر تونسته واقعا در واقع نهادهای بین المللی کشورهای مختلف رو با خودش همراه بکنه در این قضیه. میدونیم که ضرر بزرگی هست، تا بسیاری میگن این ممکن است ضرری هست که تا سالها نتیجهش ادامه داشته باشه، اما واقعا چقدر کشورها با توجه به میزان زیاد مشکلاتی که الان دنیا باهاش دست به گریبان هست این قضیه رو جدی گرفتن و میخوان وارد عمل بشن؟ خب اقتصاد جهانی برای همه اهمیت داره. کشورهای اروپایی مسلمه که نمیخوان نفتی بشکه 80 دلار بخرن یا ژاپن یا چین، به همین خاطر هستش که حمایت میکنن از اینکه در منطقه امنیت باشه، جنگ نشه. مسئله‌ای که شما فرمودید یک بخش بزرگش برمیگرده به همون ائتلافی که منفعت خودش رو در امنیت و ایجاد نشدن جنگ و حمایت از عربستان سعودی برای یک تولید پیوسته با قیمت پایین میدونه. در شورای امنیت من فکر می‌کنم که چین از این موضوع دفاع خواهد کرد. امروز دیدیم که حتی کشور فرانسه هم انتقاد داشت سیاست جمهوری اسلامی در قبال رفتاری که با حوثی‌ها داشته، در پشتیبانی حوثی‌ها داشته، باعث دلسردی غربی‌ها شده و من دیگه بعید می‌دونم که به همون شدت پیش بخوان از برجام حمایت بکنن و یا بخوان میانجیگری بکنن بین ایران و آمریکا و یا بخوان اون اعتباری رو که فرانسه به دنبالش بود که سعی در جلب نظر آقای ترامپ داشتن به دست بیارن. و یک نکته کلیدی دیگه هم این هست که آقای روحانی از یک سال گذشته تهدید کرده بودن که اگر ایران نتونه نفت بفروشه کشور دیگه هم نفت نخواهد فروخت و از یک سال گذشته حملات در باب المندب رو داشتیم تا تنگه هرمز و همینطور در بندر فجیره، به آرامکو 2 ماه پیش حمله شده بود، اما حملات الان نشون داد که واقعا شاید ایران از بالا رفتن قیمت نفت هم بره. چون نفت میبره، چون میزان کمی نفت میفروشه، هرچه قیمتش بالاتر بره به نفعش هست. نفت قاچاق به این دلیل قیمت جهانی نفت خیلی بالا میره، مشتریان ایران برای نفت قاچاق با قیمت پایین بیشتر میشن. یکی از تدابیری که به نظر من ایالات متحده به سرعت سعی کرد جلوش رو بگیره این بود که اگر که لازم باشه بخوان مخازن اضطراری خودشون رو آزاد بکنن که کمک کنن به تولید و اجازه ندن که واقعا اون هدفی رو که ایران داشته بخواد از پیش ببره. متوجه. صحبتایی که کردین در مورد حرفای آقای روحانی، بذارید یک چیز دیگر رو هم بگیم. در مورد حرفای آقای روحانی انقدر ما در واقع یکی به نل یکی به میخ میشنویم که خیلی واقعا نمیشه گفت که آقای روحانی دقیقاً از چه موضعی الان حمایت میکنه. مثلا این صحبت ها رو بذارید بشنویم، صحبتایی که اخیراً آقای روحانی داشته. سیاست شما در منطقه سیاست جنگ افروزی بوده همیشه، از 18 سال پیش، از 19 سال پیش تا حالا هر کجا شما آمدید، در افغانستان آمدید، در عراق آمدید، در سوریه آمدید، در منطقه خلیج فارس آمدید، هر کجا آمدید ناامنی رو با خودتون آوردید. یک بار هم برگردید برای ملت‌های منطقه صلح بیارید. چرا همیشه باروت میفرستید برای منطقه؟ چرا کمک نمی‌کنید به مردم منطقه؟ بعد اون وقت
اتهام میزنید به کشورهای دیگر، این اتهام شما چه خاصیتی داره؟ کی اتهام شما رو باور میکنه؟ ما همونطور که با همسایگان شمالیمون یک رابطه دوستانه و برادرانه، با همسایگان شرقی ما، با همسایگان غربی ما، با همسایگان جنوبی ما هم همین تمایل رو داریم، با اونا میخواییم یک روابط دوستانه ای داشته باشیم، روابط صمیمی داشته باشیم. ما آغازگر به هم زدن ها نبودیم، ما آغازگر قطع روابط نبودیم. همونایی که پارو پس گذاشتن بیان پارو پیش بگذارن. به طور مشخص داره به عربستان میگه که کشور جنوب ایران، و میخواد با آقای روحانی بگه که ما علاقمند به گفتگو هستیم. آقای امیر احمدی، قبلا همین حرفا رو شنیدیم. یه چند ماه قبل آقای ظریف گفت که من علاقمند هستم، میرفت به کشورهای منطقه. واقعا چقدر ایران دستش باز هست برای زدن این حرفا؟ چقدر خریدار داره این حرفا در منطقه خلیج فارس از طرف ایران؟ هیچ. واقعا اولا کسی در منطقه آقای روحانی و ظریف رو جدی نمیگیره. یا در امریکا هم اونی که جدی آقای خامنه ایه و اونی که جدی سپاهه و نیروهای نظامی هن که اونا اینجوری حرف نمیزنن. آقای خامنه ای، آقای روحانی، آقای ظریف، اینا مثلا بلندگوهای نرم حکومت هن. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با سازمان ملل، ببینین حرف که آقای فیوزی زد که نمیدونم چین و روسیه نمیذارن، واقعیت اینه که هم چین و هم روسیه الان طرف عربستانن. چین در عربستان بیشتر منافع داره، بیشتر نفت میخره تا در ایران. روسیه هم به همین دلیل. الان روسا با امریکایی‌ها بیشتر نزدیکن تا با هر کشور دیگری. هر بشک نفتی که یک دلار از قیمتش بره بالا، میلیاردها دلار پول تو جیب روسیه میذاره. روسیه طرفدار جنگ الان. هر چی بیشتر نفت بره بالا، هم به نفع روسیه است هم امریکا. این وسط چین شدیداً ضرر میکنه. در واقع هر دلار به بشکه نفت اضافه بشه، یه بشکه یک میلیارد دلار برای چین هزینه داره. بنابراین چین خیلی نگران این قضیه است، ولی نگرانی چین با حمایت از ایران برطرف نمیشه. چین در بدترین شرایط نیوترال اعلام میکنه خود رو. یونس سازمان ملل بر علیه اصلا گیرم که شورای امنیت ایران رو محکوم کنه. نه میشه؟ اصلا یک نکته دیگه میخوام بگم. این حرف خیلی قشنگی زدی. زمان جنگی که بر علیه عراق شد، سازمان ملل شورای امنیت هم به امریکایی‌ها اجازه نداد برن بزنن. گفتم برو دنبال کارت، ما میزنیم. نکته‌ای که دارم اینه که دنیای دو ضرب در دو چهار نیست. ببین در روابط بین الملل ادراک احساسات میگن از حقیقت مهمتره. Perception is the reality. خب واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که هم عربستان و هم امریکا دو طرف اصلی ایران در این دعوا گفتن خیلی مشخص که ایران زده و یک عمل جنگیه. حالا تمام دنیا بگن نه ایران نزده، جمهوری اسلامی بگه من نزدم، کی گوش میده؟ یه ذره بحث میکنن، میرن دنبال کارشون. ته خط باز امریکا میمونه. خب چه کار میکنه امریکا با ایران وقتی که معتقد ایران زده؟ اگر حمله نمیکنه، گفتگویی هم ظاهرا در کار. عرض کردیم خدمتتون، اولا که امریکا، عرض کردم، یک گزینه‌های زیادی برای فشار بیشتر داره. فهمیدید؟ هیچ عجله‌ای نداره. فهمیدید اون رو؟ ولی بعد از اینکه بعد اگر امریکا تا دو یک سال نمی دیگه هم بدونه، یا وقتی که ترامپ داره چیز میشه، دوباره ریلکت میشه، اگه ببینه جمهوری اسلامی هنوز سر جاشه، بهتون قول میدم میزنه. ببینید مشکل امریکا و در ایران هم همین جوریه. اونی که مخالف جنگه نظامی ها هستن. در امریکا نظامی ها هستن که نمیذارن ترامپ بره وسط. صحبتی که اخیرا شما جایی کردید در یک برنامه خبری و خیلی هم سر و صدا کرده، این که گفتید که اگه قراره که جنگ نشه، بهتر اینه که سپاه علیه روحانیون در ایران کودتا بکنه. یک بلا در من اصلا روحانیون نمیدونم برای چی اونجا هستن. من مثلا نمیدونم سپاه چه کار هست. سپاه باید الان روحانیون رو برداشته باشه، کرده باشه توی لونه هاشون توی قوم و مشهد. کاری نیستن اینا، اصلا قرار نیست تو سیستم سیاسی کشور باشن. روحانیون جنگ طلبن. من 6-7 سال پیش با آقای محمد یزدی، نفر دوم اون موقع کشور بود،
آیت الله محمدی یزدی تو نشسته بودم باهاش. بعد از مدتی حرف زدن برگشت من گفت آقای دکتر امیر احمدی تو بیراهه داری میری سر رابطه ایران امریکا، ما حکومت خدا هستیم، اونا حکومت شیطان. با این شیطان خدا که معامله نمیشه که. خود خمینی، خود خامنه ای هم بارها گفته که یا باید ما از بین بریم یا امریکا. این حرف من نیست، خود میخوام بگم مثلا این بازی. بسیاری میگن الان حکومت دست سپاهیان، سپاه هست که همه چیز. نه سپاه دست سپاه نیست. اوکی. سپاه فرمانبره. به نظر من اگه سپاه برسه یه جایی که فرمانده بشه مشکل ایران امریکا حل میشه. آقای شلسدی میخندید، بفرمایید. بله نه ببینید، ما قرار نیست که از چاله در بیایم و بیافتیم تو چاه. اگر قرار بود سپاه مشکل حل بکنه که مملکت به قول شما هم الان هم دست سپاه هست که و حل میکرد. ببینید در ایران صرف نظر از اینکه امریکا چه کار بکنه، هم تو که عرض کردم همه بحران هایی که مربوط به یک مربوط به دوران گذار از یک حکومت تمامیت خواه به سمت دموکراسی هست وجود داره، منتها یک نقص بزرگ هم وجود داره و اون اینه که یک رهبر، یک مدیر، یک هماهنگ کننده که حالا چه به صورت فرد باشه یا به صورت گروهی وجود نداره. شما دیدید در سال 88 مثلا 4 میلیون 3 میلیون 2 میلیون مردم اومدن تو خیابان اعتراض کردن، اما آقای مهندس موسوی به ویژه اون موقعی که این اعتراضات 88 تبدیل شد به یک اعتراض هنجارشکن و شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی سر دادن یا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، در واقع یعنی عبور از جمهوری اسلامی، همون موقع مهندس موسوی قضیه رو رها کرد. و یا سال دیماه 96 که صد و خورده شهر اعتراضات گوناگون داشت چندین ماه هم طول کشید، مطلقاً هیچ رهبری نبود. لذا این فقدان رهبری مهمترین عاملی است که این سیستم ادامه داره و الا از درون همطور که عرض کردم همه بحران‌های مربوط به دوران گذار وجود داره، بحران مشروعیت، بحران ناکارآمدی، بحران عدم همبستگی نخبه های سیاسی، بحران فساد، بحران اقتصادی و مالی، بحران منطقه‌ای، بحران بین المللی، همه سر داده به هم. به علاوه چندین جنبش مثل جنبش ناسیونالیستی قوی، جنبش فمینیستی، جنبش کارگری، جنبش معلمان، همش حتی جنبش بازار، چون اونا هم از این بی‌ثباتی بازار و قیمت‌ها رنج می‌برن. پس آقای شایسته شما با آقای امیر احمدی موافقید که یک سال نیم دیگه حد اکثر جمهوری اسلامی دوامی نداره؟ ببینید اگر که این اعتراضاتی که به صورت پتانسیل و ظرفیت بسیار جدی و گسترده هست اگر رهبر پیدا کنه به نظر من انقدر زمانم طول نمی‌کشه، ولی اگر چنین رهبرانی پیدا نشن ممکنه سالیان طول بکشه، حتی به صورت فیل استیت. ما داریم کشورهایی که دولت سر کار هست اما توانمند نیست، مثل سومالی، حتی مثل افغانستان، و لذا همه چی برمیگرده به این که آیا یک آلترناتیو ملی، یک رهبرانی که هم اعتبار داشته باشن و هم قابلیت. شما اگر مثلا آقای خمینی رو با مهندس موسوی مقایسه کنید حساب دستتون میاد. آقای خمینی در سال 57 هم اعتبار داشت هم قابلیت داشت، لذا انقلاب رو به پیروزی رسوند. ما اگر انتقادی هم به آقای خمینی داریم مال بعد از اینه که به قدرت رسیده و از فردای پیروزی پشت بوم مدرسه رفاه شروع کرد به اعدام کردن. ولی شما مثلا مقایسه کنید آقای موسوی، به نظرم با اغماز می توانستیم باور کنیم که ایشون اعتبار داره، اما اون قابلیت در اون اشل رو نداشت. بسیار خوب. لذا هرگاه رهبرانی پیدا بشن مسئله حل میشه. حرف تو حرف اومد. به هر حال بحث ما الان بحث گزینه هایی هست که تهران و واشنگتن و ریاض پیش رو دارند. آقای فیروزی، صحبت این هست از طرف پنتاگون میشنویم که همونطور که آقای امیر احمدی گفتند گزینه‌های متعددی هست که جنگ شاید ممکن است الان یکی از اونها نباشه، اما مثلا گزینه حمله سایبری مطرح شده، گزینه‌های دیگر.
ولی از طرف بسیار میگن اگر که قرار هست که اتفاقی بیفته باید چنان چشمگیر باشه که همه متوجه بشن که آمریکا مثلا یک اقدام علیه ایران کرده. به نظر شما چه گزینه‌ای واقعا دست آمریکا هست در این مرحله؟ چه کار میتونه بکنه که به جهانیان بگی که من پشت متحد خودم در منطقه ایستادم؟ الان به نظر میاد که آمریکا خیلی در حال در واقع زیر فرش زدن اتفاقی هست که افتاده. یک واقعیت که امریکا به پرستیژ ابرقدرتیش فعلا برخورده، یعنی در واقع به گونه ای تحقیر شده، یعنی هم بعد از قضیه پهپاد و هم بعد از قضیه که به پالایشگاه آرامکو حمله شده و او به دنبال این هست که این رو به گونه ای ترمیم بکنه. و یک مشکل دیگه هم که پیدا کرده اینی که ضعف سامانه دفاعی که امریکایی ها با دلار بسیار گرونی به سعودی‌ها فروختن هیچ نوع کارآمدی در این قضیه نداشته. اما البته میگن که اون به سمت یمن بوده و این حمله از شمال صورت گرفته، برای همین خب توجیهیه اصلا، یعنی وقتی خودشون در دوره قبل اعلام کردن که از سوی عراق حمله شده و از سوی هشت شعبی حمله شده به خاک سعودی، خب دیگه چگونه باز به سمت یمن داشتن و در تناقض برتریه، چون یمن که با خودشون اعلام میکنن که به دلیل فاصله بسیار زیاد نمیتونستیم بیان. این فکر میکنم یک نوع توجیه. اما اینکه واکنش چه خواهد بود، من فکر میکنم که آقای ترامپ سعی میکنه بعد از انتخابات و یا در آستانه انتخابات، من اتفاقا با این بودش نسبت به عملکرد دولت مردان معترضم، به این دلیل که نباید یک ابرقدرت رو اینگونه تحقیر کرد و این تحقیرها ممکنه یک واکنش بدی داشته باشه که ایران توان تحملش رو نداشته باشه در ضربه خوردن، چون برتدیر امریکایی‌ها در این منطقه خیلی حضور آنچنانی نخواهند داشت و به خصوص اینکه اینا میخوان بعد از اینکه به نفت دست پیدا کردن و به گاز دست پیدا کردن، نفت و گاز غیر متعارف، میخوان از منطقه به گونه آبرومندانه خارج بشن. شما تصور بکنید، کی تصور میکرد که امریکایی‌ها با طالبان بشینن مذاکره بکنن و این همه طولانی؟ اگر اون بابا اونم که الان روی حواس به هر حال اونم مدتش بعد، این که برتدیر نگرش به اون معنا نیست، ولی این که چه واکنشی رو در چه زمانی رو خواهند داد، ما میتونیم برگردیم به عقب‌تر و تصور نکنیم همه چی رو چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هست هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بیاد داشته باشیم در 1956 زمانی که پرزیدنت آیزنهاور وقتی که اسرائیل و فرانسه و انگلیس حمله کردن سر قضیه کانال سوئز، در آستانه انتخابات بود و اونا با همین تحلیل در آستانه انتخابات بودن حمله کردن و تصور میکردن که او نمیتونه محکوم بکنه. اما چون آیزنهاور از انتخاب خودش کاملا آگاه بود و آمارها نشون میداد و محکوم هم کرد و وایساد. ولی اینکه ما خیلی خوشبین نباشیم صرفا روی یک تحلیلی که آقای ترامپ چون انتخابات داره انجام شد، با یک شخصیت مواجه هستیم که هیچ کس نمیتونه فردای اون رو پیش بینی بکنه نسبت به عملکرد سیاسی. دقیقاً با شخصی روبرو هستیم که همین چند روز هم صحبتایی کرده که خیلی باز ما متوجه نمیشیم که دقیقاً چی میگه، بجز اینکه میدونیم که به نوعی داره تعلل میکنه در تصمیم گیری. بشنویم که چه گفته صحبتاش رو. وقتی که میگید به زودی چیزی در مورد ایران خواهید گفت، منظورتون حمله نظامی؟ ببینیم چی میشه. گزینه‌ها چی هست آقای رئیس جمهور؟ گفتید که چیزای خیلی شدیدی هست که بهش فکر میکنید. خب همونطور که میدونین گزینه‌های زیادی هست. گزینه آخر هم هست. گزینه‌ای هم هست نه به اون شدت. ببینیم چی میشه. ما در موقعیت خیلی قوی هستیم. به گزینه هسته‌ای هم فکر میکنید؟ نه، من میگم گزینه آخر یعنی جنگ. منظورم اون گزینه آخر نیست. خانم انتخاب فهم میگه گزینه آخر جنگ هست، اون هم که الان هنوز با هم معیر. در عربستان ناامید شدن از واکنشی که آمریکا داشته. شما رسانه های اونجا رو دنبال میکنید، سیاست مداراشون رو دنبال میکنید؟ توضیح دادم نیست که عربستان منتظر باشه که ایالات متحده بخواد کاری انجام بده یا عربستان سعودی بخواد کاری رو انجام بده.
و هر کدوم از دیگری پشتیبانی بکنن یا نکنن. عربستان سعودی منتظر بود که آقای پامپو برن عربستان بتونن نظر ایالات متحده رو بشنون که آمریکا میخواد چه کار بکنه. اینها در یک ائتلافی هستن، شرکای استراتژیک هستن، مثل رابطه بریتانیا و ایالات متحده. اینطور نیستش که فکر بکنیم برای مثال بریتانیا ممکنه کاری رو انجام بده که ایالات متحده پشتیبانی نکنه، به همون خاطر تغییر نظر بده. یک رابطه تنگاتنگ و خیلی قدیمی هست، منافعی داره که فقط به نفت و گاز مربوط نمیشه. الان ایالات متحده براش مبارزه با تروریسم و مبارزه با افرادگرایی اسلامی از کانون عربستان سعودی شکل گرفته. نه باید فراموش بکنیم. من سوالم در مورد این بود که به هر حال اونچه که الان ما میبینیم در این صحنه این هستش که در دولت آمریکا قصد حمله نداره. اونطور که میبینیم الان ائتلاف صلح صحبتش هست و صحبتی که از آقای ترامپ هم شنیدیم دست کم الان نیست. عربستان گفته میشد که نمیخواد خودش حمله بکنه، ولی به هر حال میخواد یه ضربه شستی به ایران ممکن است نشون بده. از اینکه آمریکایی ها حاضر نیستند که پا وسط بذارن ناراحتن؟ نه، اینطوری من نمیبینم، برای اینکه هنوز ثابت نشده که حملات از خاک ایران انجام گرفته. ما احتیاج داریم که تصاویر ماهواره‌ای به خبرنگاران، به کنگره آمریکا نشون داده بشه، و آقای ترامپ هم نمیتونه به طور یک جانبه وارد جنگ بشه با ایران، حتی اگر که علاقه داشته باشه. بدیهی است که فرماندهان و مشاوران آقای ترامپ گزینه‌های مختلفی رو بهشون پیشنهاد میکنن و حتما بعضی از اون گزینه‌ها عملیات نظامی هست. در جهان امروز دیگه عملیات نظامی کلاسیک به معنی قدیم وجود نداره. از حمله به یک مرکز پهپادی ایران میتونن شروع بکنن تا حمله به سکوهای نفتی ایران. در سال 1988 هم ایالات متحده سکوهای نفتی ایران رو موقع جنگ ایران و عراق مورد قرار داد. این عملیات حتما در دسترس دارن و بهش فکر میکنن. اما چیزی که بیشتر به نظرم روش دارن فکر میکنن این هستش که از طریق شورای امنیت سعی بکنن قطعنامه 2231 رو دوباره تمدید بکنن. دو ماه پیش آقای پامپو در نیویورک بودن، در سازمان ملل بودن و گفتگو داشتن با اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت در مورد خطر ایران که بخواد به سلاح خریداری بکنه بعد از سال 2021 یا برنامه موشکیش رو بخواد گسترش بده. همه اینا برای ایران مثل جنگ میمونه. الان اشاره کردیم به وضع اقتصادی خراب ایران. تحمل ایران تموم شده و تحریم‌های آمریکا از هر جنگی موثرتر بوده. من فکر می‌کنم در نهایت طرفین مجبور به گفتگو میشن. نه عربستان سعودی نه ایالات متحده نمیخوان که جنگ در منطقه به راه بیفته، منافعشون مورد تهدید قرار میگیره و وضعیت فعلی هم برای ایران قابل استتار نیست. اگر که موشکایی که امروز شلیک شده بوده در کانتینرهایی بوده که قابل استتار بوده و واقعا موقعیتش رو نمیتونن تثبیت بکنن که ایران بوده، مسلماً ماهواره‌های جاسوسی دقت و مهارت بیشتری رو در آینده به خرج میدن. اینه که میخوام بگم همه اینا رو که در نظر بگیریم، به نظر میرسه که در آینده نزدیک مجبور هست ایران که با ایالات متحده حتی اگه به طور غیر مستقیم نباشه از طریق شرکای غربی گفتگو بکنه. همین الان خبردار شدیم که برای آقای ظریف دست کم ویزا صادر شده و جمعه احتمال زیاد او راهی نیویورک هست. می‌خوام صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بشنویم در مورد مذاکره. مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوم اینکه مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. نه مذاکره دو جانبه، نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و
آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک. هیچ مذاکره‌ای در هیچ ساعتی، حالا میگم الان خبر داریم که آقای روحانی هم بالاخره ویزا گرفته، آقای ظریف هم گرفته، مشخص است که آقای ظریف جمعه قرار هست که به نیویورک بر آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته. هیچ مذاکره‌ای در هیچ ساعتی آقای امیر احمدی، واقعا این همه فشار حداکثری آمریکا برای این بود که قصدی نبود از آغاز که بره با ایران بجنگه، که قصد این بود که ایران رو بیاره پای میز مذاکره برای یک به قول معروف توافقنامه بهتر از هر نظر اون چیزی که آقای ترامپ حرفش رو میزد. موفق نشد شو؟ ببینید، اولا آقای خامنه‌ای از این توافق، از این برجام به عنوان معاهده صحبت میکنه. شون مثل که اصلا یادش رفته که این معاهده نیست. معاهده یه معنایی داره توی انگلیسی، تریتی و اینا، اصلا این نیست. فقط امضای آقای کری پاش بود، تمام شده رفت. حتی رئیس جمهور امریکا هم اینو امضا نکرده بود. این نکته اول. بنابراین این معاهده نیست آقای خامنه ای، این فقط یه قرارداد بین شما و آقای کری بود. نکته دوم، ببینید شما در روابط بین الملل گوش ندید که چی میگن، گوش بده ببین چی میکنن. امریکا هزار و یک حرف میزنن برای صلح و این ور اون ور، واقعیت چیه؟ هر روز داره به تحریم ها اضافه میکنه، هر روز داره این حکومت رو بیشتر خفه میکنه و در آینده نزدیک هر کی بیشتر این اتفاق خواهد افتاد. اونی که مهمه عمله. و نکته سوم، ببینید واقعا مشکل ایران امریکا دو راه حل می... خود خامنه‌ای هم گفت یا باید ما بریم یا باید اونا برن. اونا که نمیرن پس جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای باید بره. آقای خامنه‌ای در دو فرم میتونه بره، یه فرم انقلاب توده‌ایه یا یه فرمش هم کودتاست. خب کودتا هم در تحلیل نهایی و یک انقلاب توده‌ای منتهی خواهد شد. بنابراین من با آقای خامنه‌ای میخوام همین الان بگم شما گزینه‌ای ندارید، یا با انقلاب برید یا با کودتا برید که بیشتر به نفعتونه، چون ممکنه جون خودتون رو نجات بدید. متوجه. این حکومت آقای خامنه‌ای این برنامه رو ببینن و اینها رو بشنون. آقای شعله سعدی، فکر میکنید که اون چه که آقای ترامپ میخواست از در واقع خارج شدن از برجام بهش رسیده با توجه به حرفایی که از آقای خامنه‌ای هم شنیدیم؟ کوتاه اگه ممکن. ببینید این سوال رو به شکل دیگه میشه مطرح کرد که آیا چرا آقای خامنه‌ای مذاکره نمیکنه؟ واقعیت اینه که امریکا آقای خامنه‌ای رو بره با گوشه رینگ و دو تا پیشنهاد میکنه که هر دوش در واقع به معنی فروپاشی جمهوری اسلامیه، یعنی یا جنگ یا مذاکره. در مذاکره 12 تا خواسته رو امریکایی‌ها از قبل اعلان کردن، هرچند که بدون پیش شرط پای میز مذاکره برن، اما بالاخره باید 3 تا 4 تا از این 12 تا رو ایران بپذیره یا نه. اگر 3-4 تاش رو بپذیره به معنی فروپاشی است و از قبل آقای خامنه‌ای حتی گفته بود که این برجام زیان محض است. گفته بود که مذاکره با امریکا سمه و مذاکره با این دولت ترامپ سم مضاعفه. حالا موقعی که میگه این برجام خودش زیان محض است، امتیاز جدید چجوری میتونه بده به امریکا؟ لذا آقای خامنه‌ای میدونه که مذاکره یعنی فروپاشی، جنگ هم اگر بشه اونم یعنی فروپاشی. لذا دنبال فرصت میگرده، این ستون به اون ستون فرج هست و ببینه در آینده چه اتفاقی میفته. به نظر من آقای خامنه‌ای حق داره که از مذاکره اجتناب میکنه، زیرا مذاکره هم به همون معنی است که عرض کردم، به معنی فروپاشی است. خب طبیعتاً ایشون نمیخواد که نظامش دوچار فروپاشی بشه. متشکرم از هر 4 نفر شما، خانم انتقای فر، آقای فیروزی، آقای شعله سعدی و آقای امیر احمدی، و ممنونم از شما که با صفحه 2 آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو روی وبسایت ما و روی سایت یوتیوب میتونید مجدد ببینید. پادکست ما رو هم میتونید بشنوید، هم در تلگرام هم در اپلیکیشن پادکست. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.